احمد سمدی همکارم مجددا همراه ماست از وین. دو تا سوال از رافائل گروسی پرسیدی احمد، درباره پاسخهایی که گروسی داد برای ما بگو. پریسا، خب اول به این اشاره بکنم که آقای گروسی در صحبتاش خیلی تلاش کرد که خودش رو بی‌طرف نشون بده، برای اینکه اساساً وضعیتی که آژانس داره در مقابل کشورها این نیستش که در طرف مقابل اونها بیسته، بلکه تلاش میکنه که از طریق گفتگو و همچنین از طریق همکاری‌های فنی اطلاعات لازم رو از سوی کشورها به دست بیاره. و همونطور که آقای گروسی هم بهش اشاره کرد، این بود که میگفت من بیشتر به فشار اعتقادی ندارم، بلکه هدف او و منشی که او در پیش میگیره بیشتر ترغیب و تشویق هست و در این مدت هم بسیار تلاش کرده که مقامات جمهوری اسلامی رو تشویق و ترغیب بکنه که همکاری بکنند. اما خب سوالاتی که ازشون پرسیدیم شد این بود که خب برها مقامات جمهوری اسلامی همکاری نمی کنن و به نظر میاد که قرار هستش که قطعنامه ای رو هم در مقابل علیه جمهوری اسلامی تصویب بکنن. خب یکی از سوالات من همین بود و مقامات جمهوری اسلامی هم تهدید کردن که اقدامات متقابل میکنند و تلافی خواهند کرد. نظر شما چی هست آقای گروسی؟ و ایشون تاکیدش بر این بود که من خب این تصمیمی هستش که اعضای شورای حکام میگیرن و قطعنامه اگر صادر میشه تبیین مواضع سیاسی هستش که اعضای شورای حکام میگیرن و هیچ ارتباطی به من نداره، برای اینکه اصلا ایشون دخیل نخواهند بود در این تصمیم گیری ها و فقط گزارشی رو که ارائه میدن و بر اساس اون گزارش هستش که اعضای شورای حکام تصمیم گیری میکنن. با این حال آقای گروسی تاکید داشت که خب اگر قطعنامه تصویب بشه، البته هنوز مشخص نیست، و اگر تصویب بشه خب اوضاع پیچیده خواهد شد و به گفته آقای گروسی این بار وظیفه‌ای که بر عهده مدیر کل هست سنگین‌تر میشه، اوضاع پیچیده‌تر میشه و او باید تلاشش رو بیشتر بکنه و تازه به مقامات جمهوری اسلامی فشار بیاره و از اونها بخواد که اطلاعات بیشتری بدن، چون قطعنامه از اونها این درخواست رو کرده. و بر همین اساس هم آقای گروسی همچنان تلاش میکنه که به عنوان مدیر کل در میانه بایسته و اون اقداماتی که لازم هست به عنوان یک مدیر کل اونها رو انجام بده. اما خب از سوی دیگه سوالات دیگه هم مطرح شد در خصوص اینکه خب مقامات جمهوری اسلامی معتقدن که بیشترین راستی آزمایی ها از مقامات از تاسیسات ایران شده و آیا واقعا به اندازه ایران از دیگر کشورها هم این بازرسی ها انجام میشه، که خب آقای گروسی تاکید داشت که بر اساس NPT ما این بازرسی ها رو از همه کشورها انجام میدیم. شاید منظور این باشه که اسرائیل چرا ازش بازرسی نمیشه و خب اسرائیل عضو NPT نیستش و طبیعتا ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، و ولی بقیه کشورها رو بر اساس ظرفیت هایی که آژانس داره اون بازرسی ها رو انجام میده و طبیعتا اینطور نیستش که قرار باشه که از یک کشور زیاد بازرسی بشه و از یک کشور دیگه بازرسی ها انجام نشه. بر اساس گزارش هایی که میاد این بازرسی ها انجام میشه و کشورها هم بر اساس اینکه عضو NPT هستن باید به سوالات آژانس پاسخ بدن و این رویه هستش که همه کشورها بهش پایبند هست. اما در خصوص اینکه خب بازرسان آژانس رو همچنان جمهوری اسلامی ویزاهاشون رو لغو کرده و تغییری در این روند ایجاد نکرده، سوالی بود که خب مجددا پرسیده شد و آقای گروسی تاکید داشت که این اتفاق باید بیفته. به هر حال اینها بازرسان آژانس هستن و باید به وظیفه که دارن عمل بکنن، هرچند که به گفته آقای گروسی اعتمادی هم بین طرفین وجود نداره و این اعتماد باید به وجود بیاد و از طریق همکاری هستش که این اعتماد به وجود میاد. در خصوص موضوع این که خب مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردن که دکترین هسته‌ای رو تغییر میدن هم نکته بسیار مهمی بود که در صحبت آقای گروسی بود. او تاکید داشت که زمانی که با حسین امیراللهیان که قبل از مرگش گفتگو کرده بود به این اشاره کرده بوده که خب چنین موضوعی نیست و همچنان جمهوری اسلامی در چارچوب NPT به همکاری‌های خودش ادامه خواهد داد، و این رو آقای گروسی میگفت شاید از این اظهار نظرها بشه، اما از نظر آژانس چیزی که مهم هست اظهار نظرهای رسمی هستش که مقامات رسمی انجام میده و بیشتر اونها مورد توجه قرار میگیره. اما به هر حال این گونه اظهارات رو هم غیر سازنده توصیف کرد. خیلی ممنون از توضیحات احمد سمری همکارم از وین. ما حتما در طی روز و در طول برگزاری نشست شورای حکام با تو باز هم همراه خواهیم شد.